Hallo Leute, allo Freunde, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, dass es Ihnen super gut geht. Geht es Ihnen gut? Geht es Ihnen gut? Ich hoffe ja. Hoffentlich ja. Ich hoffe ja, hoffentlich ja. Ini umit waramke injur باشه, ke are, ke bälle. Khoop, ich hoffe ja. Ja, mit tunit jash begit. Hoffentlich. Hoffentlich ja. خب در این درس میخوام در مورد شروع کنم یک کوچولو در مورد گذشته صحبت کنم و ببینیم گذشته چطوری ساخته میشه شما یه سری چیزهای گذشته رو میدونید که سیگنال گذشته ت هست ت خب ت ت خب یعنی چی سیگنال مثلا ایشکان یعنی من میتونم یعنی من میتونم ایشکنت یعنی من تونستم این ت همیشه انگار سیگنال هست تو همش هست خب و مثلا ایکوار یعنی بودم درسته ایکوار مثلا بعضی مواقع ممکن بپرسید تا حالا مثلا ایران بودی تا حالا فلان جا بودی تا حالا مثلا آمریکا بودی تا حالا رفتی یا بودی خب چطوری میپرسید اینا واقنزی مثلا به دوستتون به این فرمال بخواید بگید واقنزی شون شون مال حالا میگم یعنی چی این دویشلن مثلا بگیم وارن زی شون مال این دویشلن وارن شونمال شون مال این دویشلن یا وارس دو دوستتون یعنی نفر که میشناسید خلاصه و خوب میشناسید با هم رفیق هستید پر دو صحبت میکنید با دو وارس دو شون مال این شینا مثلا خینا یعنی چی؟ یعنی چین خینا خوب خینا ژاپن میشه چی؟ یاپان ج رو یه تلفظ میکنن دیگه درسته؟ یاپان خب ژاپن وارسو شون مال یعنی تا حالا شون مال یعنی تا حالا دیگه نیاد بگید آه شون یعنی چی مال یعنی چی همینجوری بگید که هست خب دیگه سوال اضافی نپرسید همینجوری که هست شون مال تموم شد بعد از این مدتی بعد از مدتی میتونید اینو خود به خود میگید براتون اتوماتیک شکل میگیره تو ذهنتون این حالت دیگه شونمالو میگید تری معنیش هم میفهمید جای دیگه میتونید به کار برید فعلا نپرسید یعنی چی شونمال یعنی تا حالا تا حالا بودید فارس و شونمال به جای مالش هم میتونید نگید فارس و شون خب مال به حالت یکم مثلا ممکنه یکم دوستانه بکنه چی کارو. حالا نگید که دوستانه شد چرا شد اینجا واقعا زی فارس شونمال این دوشلند فارس این چینا. یا پان مثلا هنوز نبودم تا حالا نبودم میتون چی میگی تا حالا نبودم نخ نیشت نخ نیشت نخ نیشت یعنی چی یعنی تا حالا نبودم بعضی موقع ممکن که نخ نی خب نخ نی یعنی هرگز نبودم <applause> نخ نی یعنی هرگز نبودم نخ نیشت یعنی تا حالا نبودم دیگه نمیخواد بگید اشوار نه نخ نیشت مثلا ادا... کامل بخوایم بگیم اشوار وار نخ نخ نیشت نخ نیشت این فلانجا مثلا این یاپان خب هنوز یاپان نبودم نخ نیشت خب نخ نی به جای نخ نیشت میتونید بگید نخ نی فرقشون چیه؟ نخ یعنی هرگز نبودم خب ولی اگه بگید نخ نیشت یعنی ممکنه ای بعدا حالا قرار دارید یا پلان دارید یا نقشه دارید بعدا برید خب نخنیش اگه بگید معلوم که تا هنوز نبودم یعنی ممکنه سال دیگه برم مثلا خب ولی بگید نخنی یعنی منظورتون که هرگز نبودم حالا پلان و یا نقشه و تصمیمی هم ندارید که سال بعدم برید فرقشون ممکنه اینجوری باشه ایش نخنیش نخ دا ایش وار نخ دا نخنی. هرگز نبودم نخ تا حالا نبودم شاید برم سال دیگه معلوم نیست خب این وار بود خب اینو وار ایش وا زی وارن دو وارست اینا رو میدونید حالا میخوام میگم گذشته صحبت کنیم یه مقدار در مداره گذشته چطوری میگید من دارم ایش هابه درسته ایش هابه خب حالا میخوام در... اه... یاد گرفتن یا درس خوندن میشه چی به آلمانی لرنن درسته ا انشو حذف کنید به جاش ت بذارید خب چیکار کردم لرن ا انشو حذف کردم به جاش ت گذاشتم میتونیم این میشه ار لرنت اون پسره یاد میگیره زی لرنت اون دختره یاد میگیره خب درس میخونه یا داره میخونه یا داره یاد میگیره خب به جای اولش هم گ بذارید خب پس چیکار کردم ا انشو حذف کردم ت گذاشتم به جای اولش هم گ اضافه کردم درسته خب پس میشه ایشاب گلرنت. این یعنی گذشته. یعنی یاد گرفتم. درس خوندم در گذشته. حالا هر موقع گذشته نمیدونم استمراری فلان. هر چی بود همینو بگید. تو آلمانی خوبیش اینه که گذشتهش خیلی ساده هست. Einfach. Sehr einfach. Die vergangenheitform ist sehr einfach. فرم گذشته خیلی ساده هست. ایشاب گلرنت. یعنی یاد گرفتم. ایش هاب گستن حالا به جای یه چی... فعل قید گذاشتم اضافه کنم ایش هاب گستن مثلا فیل گلرند خب خیلی یاد گرفتم دیروز خیلی یاد گرفتم خیلی درس خوندم یا ایش هاب گستن این بیسشن این بیسشن گلرند یه کم خوندم این بیسشن گلرند ایش هاب گستن این بیسشن گلرند خب پس چیکار کردم اینا حذف کردم ت گذاشتم بعد اولش هم گی اضافه کردم این حالت مثلا تو فارسی ممکنه مازی نقلی خب اسمشو بذاری ماضی نقلی یعنی دیروز یاد گرفته ام ولی اینجوری نیست تو آلمانی تو آلمانی هر موقع هر گذشته ای بود حالا نقلی بود نمیدونم گذشته ساده بود استمراری بود همینو بگید تو روزمره همینو بگید همش هم به کار میره یه... یه،, فرم دیگه هم هست فرم تعدار هست مثلا میگیم ایش لرنن هست درسته ای انش میکنیم ت اضافه میکنیم به جای چون ایش همیشه ای داره واسه صرف کردنش ایش لرنه ایش لرن ich lernte یعنی چی یعنی, دیروز اش اش یعنی یاد گرفتم این حالت گذشته میشه هر دو... کدومش تو روزمره بیشتر به کار میره این فرم این فرم تو روزمره به کار میره این فرم بیشتر تو کتابا میبینید خب نه اینکه حالا اینو تو روزمره بگید غلط هست نه ولی این فرم رو من میخوام بهتون اول یاد بدم خیلی مهمتر هست چون تو روزمره همش اینو بیشتر اینو میشنوید 97 8 درصد فعل ها با حالت به حساب هاب میگنی من دارم دیروز یکم یاد گرفته شده اینجوری معنی میده <تصفح> خب معنی نمیده فارسی بخوایم معنی لغت به لغت کنی معنی نمیده ولی باید فرمشو بدونیم بدونی مثلا حالا شما میتونید بگید تو یعنی تو دوستم دیروز یاد گرفتی من یاد گرفتم دیروز درس یکم خوندم حالا بگید تو هم دی... تو دیروز یکم خوندی دو هست اینا بقیهش هیچ فرقی دیگه نمیکنه یعنی انگار که ما فعل هابن رو یعنی که داشتن هست واسه من و تو و شما و ایشان و اینا صرف کنیم تموم شد خب دو هست چیکار کردی گستن ان بگید شما یکم بیشتر یاد گرفتید دیروز یکم یاد گرفتید خیلی یاد گرفتید خیلی خوندید زی هابن خب گس فیل گلرنت خب خب حالا بگید خواهرم دیروز خیلی یاد گرفت. خیلی درس خوند. Meine Schwester hat gestern Hallo, فیل gelernt. بگید عموم یا داییم دیروز خیلی درس خوند. Mein Onkel hat gestern بگید دایم دیروز ام... اه... یکم یکم آلمانی خوند یکم آلمانی یاد خوند hat gestern ein bisschen deutsch gelernt خب یا یاد گرفت هم معنی یاد گرفتن میده هم معنی خوندن میده اینو دقت کنید درس خوندن یا یاد گرفتن خب من اونکل بچه من هم معنی عمو میده هم معنی دایی میده فرقی نمیکنه هر دو اونکل اونکل هست حالا میخوام دیگه بخوایم چیزش کنیم مثلا منظور که از طرف مادرم و اینا تو آلمانی دیگه اینا مهم نیست تو فارسی ممکن خیلی مهم باشه آه دایی با عمو خیلی فرق میکنه اون مثلا برادر اونه این برادر مامانم اون برادر نمیدونم بابامو اینجوری فرق تو آلمانی دیگه وقتی میگن دیگه کسی واقعا نمیپرسه حالا به کدوم دایی تو عمته خب فرق نمیکنه شب ماین اونکل دیگه ماین گفتیم هیچی نمیگیره چرا چون ما اونکل نگفتیم ماین اونکل رو اگه رو داشتی می شد ما اونکل اونکل مذکره دیگه درسته اگه رودار بود مثلا من عموم و یا دایم زدم خب اونو اونو ماین ان خب اینجا خودشیه کاری کرده ماین اونکل اقللا اول اول جمله میاد بنابراین هیچی نمیگیره ماین هیچی نمیگیره این هیچی نمیگیره که قبلا بهتون گفتیم یعنی در واقع گفتم باید می گفتم. خب Mein اون hat gestern ein bisschen Deutsch آقا بگید عمم یا خالم به همین ترتیب مثل عمه و خاله دیگه نمی بپرسم آقا عمت خالته خب فرقی نمیکنه خالم دیروز ام یکم یکم ژاپنی یاد گرفته خب ماینه تانته 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 یعنی چی یعنی عمه یا خاله ماینه تانته حت yes. بگیم پری روز یاد گرفت حالا دیگه همش نگیم دیروز فورگستر فور فورگستر خب این بیسشن یاپانیش یاپانیش گلرد خب یاپانیش یعنی چی؟ یعنی یاپونی زبون یاپونی ماین تانته ای میگیره دیگه چون تانته معنیس هست هد فور فورگستر این بیسشن یاپانیش گلند خب به همین ترتیبم هم این الان بهتون گفتم فقط یه فعل رو بهتون الان گفتم چیکار چیکار باید کرد ان در حالت کلی 80 درصد این, این رو حذف کن ت بذار اولش هم گه اضافه کن تموم شد خب حالا یه فعل دیگهم بگم مثلا آبایتن آبایتن خب میخوام گذشتش کنم یعنی کار کردم این کار دیروز مثلا کار کردم من ای؟ habe gestern مثلا دو ساعت zwei Stunden خب zwei Stunden خب اینو حذف کنم چیکار کنم بعد چی بذارم به ت بذارم اه چی شد این اینجا هم چی بذارم گ اضافه کنم درسته خب حالا همینجور که میبینید این ای دو تا ت اومد بغل هم هر موقع دو تا ت اومد بغل هم توی آلمانی اینا با هم با هم نمی دیگه چیکارشون کنم بچهای بدی هستن با هم دیگه نمی دوتا دو تا دو خب یه ای میاد اون وسط که اینا رو با هم آشتی بده خب پس میشه گ ا بای تت نمیگیم نمیشه اصلا کارشون نمیشه خب ایشا ایشا گسن دو ت تت. تت میشه ا میاد اون وسط آشتی, آشتی دهنده هست. خب؟ مثلا بگید بابام دیروز سه ساعت کار کرد من فاتا هد گست ف... پریروز هد فرگستر تقایشتوندن گعا بایتد خب گعا تموم شد بگید خب بس دیگه هم فعلا در سال قرار شده طولانی نکنیم پومزد ده تا 15 دقیقه تا راحت تر براتون باشه حرکت درس قبل خیلی طولانی شد خب بنابراین امیدوارم که لذت برده باشید و یواش یواش ما میریم کلام فعلای دیگه هم صرف میکنیم در گذشته این قاعده کلی هست مثلا بعضی مواقع ممکنه یه سری استثناءات هم در یه زبان وجود داشته باشه تو هر زبانی هست یعنی مثلا به جای ای نتونیم ای اینو حذف کنیم ت بذاریم مثلا یه کار دیگه باید بکنیم خب اینا دیگه استثناعاتی هست است که باید یواش یواش یاد بگیرید این قاعده کلی رو بهتون گفتم و امیدوارم که لذت برده باشید تا درس بعد خدافظ چیست